وزیر ارتباطات این هفته ای افشاگری کرد در حد لالیگا. اپراتور اول ما 3 سال پیش حامی باشگاه های پرسپولیس استقلال، 3 سال فرایند اسپانسری به اتمام رسید، هنوز نزدیک ما 2 میلیارد تومان داره میاد به حساب اپراتور، به حساب باشگاه های فوتبال. اصلا این بار این موضوع تموم شده، سرشمار سینما تموم شده. ماهی 2 میلیارد تومان، اون هم به مدت 3 سال، یعنی مبلغی حدود 72 میلیارد تومان پول، اون هم از جیب هوادار بنده خدا. ما منتظر ورود مسئولین برای بررسی بیشتر و برخورد قاطع با متخلفین هستیم. پرداخت نشدن پاداش ورزشکاران که همیشه مورد اعتراض اونها بوده، بالاخره قراره یه تغییراتی تو آیین‌نامه‌اش انجام بشه. با توجه به نوساناتی که نرخ سکه در طول 1-2 سال اخیر داشته، امکان پرداخت پاداش قهرمانان ما در همه رشته ها، در همه عرصه ها به صورت سکه دیگه وجود نداره. این آیین نامه رو داریم ما بازنگری میکنیم که بیاریمش روی در حقیقت پرداخت با پول رسمی و رایج کشور. آقای وزیر، سکه نه، همون پول رایج، فقط پاداش این بچه ها رو بدیم. یعنی نداریم قهرمانی که پاداش طلب نداشته باشه ها. بعد از تغییراتی که توی تیم فوتبال امید انجام شد، فرهاد مجیدی سرمربی سابق تیم امید یه حرفایی علیه مدیر فنی سابق و سرمربی جدید تیم زد. من توی یه جلسه دیدم آقای استیوین ناراحته. گفتم چرا ناراحتین؟ گفت شما بازی دوستانه با تیم ملی بزرگسالان چرا ارنج رو با من چک نکردی؟ من قبل از رفتن تو ازبکستان گفتن جلسه آنالیزه. آقای استیلی شروع کرد صحبت کرد در مورد اصول دفاعی. آیا سینی من، شما میدونی اصول دفاعی من چیه که برای بچه ها دارید صحبت میکنم؟ من هم به عنوان مدیر بودم، هم به عنوان مدیر فنی، دخالت نبود، من نظارت بود. با این که اومدن تو تلویزیون یه صحبتی کردن که واقعا خیلی هاش واقعیت نداشت، ولی امیدوارم ایشون هم تو ادامه راه هم ایشون موفق باشه. تیم فوتبال امید همیشه درگیر این حاشیه ها بوده و انگار خواهد بود. آقای سینی، حالا که شما سکاندار این تیم شدید، مثل سال 98 میلادی که تاریخ سازی کردین، تو سال 98 شمسی هم تاریخ سازی کنین و طلسم نرفتن به المپیک رو بشکنین. دوز اعتراض به داوری ها تو لیگ برتر همچنان بالاست، خیلی هم بالاست. این داوری اصلا در حد لیگ نیست، اصلا در حد فوتبال ما نیست. استفاده از کمک داور ویدیویی که خواسته اکثر باشگاه های ورزشی در فصل گذشته بود، به نیم فصل دوم لیگ 18 نرسید و قرار بود تو لیگ 19 اجرایی بشه. باید منتظر عمل کرده ما و پیشرفت کارامون باشیم و تایید فیفا و بورد بین‌المللی. به خاطر همین زمان مشخصی وجود نداره، ولی سعی میکنیم ما تا اواخر این لیگ حداقل بتونیم چند تا مسابقه رو به صورت آزمایشی زیر نظر فیفا و بورد بین‌المللی انجام بدیم. آقا فصل پیش هم چند تا بازی VAR تست شد، نتیجه چی شد؟ نکنه تست های امسال هم مثل پارسال بشه؟